آثار پهلوی در اختیار داریم. می توان دریافت که این مرغ مرغی است در آهبار و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکل چاره‌ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از فرود. بر آنجا سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق رد پای سیمرغ را در منطقه عطار نیز میتوان یافت. آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری در آن خود انتخاب کنند، مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکان جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی در ره است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب حرف و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سیمرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم پرداختند. همس عکس روی سیمرغ جهان چهره سیمرغ دیدند آن زمان، چون نگه کردند این سیمرغ زود، بی شک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاک سر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند، به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران رستاخیز سیمرغ.
خب عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستید و در 21 مهر ماه 2578 شاهنشاهی برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ رو میبینید و با ما امیدوارم تا پایان این برنامه بسیار بسیار مهم همراه باشید. در آغاز برنامه دوست و همرزم عزیزم جناب قاسمی عزیز درود بر شما. درود بر شما جناب کمالپور گرامی. درود بفرستم خدمت همه دوستان، عزیزان، هموطنان و همراهان عزیز در اینستاگرام و فیسبوک رستاخیز سیمرغ که برنامه رو لایو میبینن و عزیزانی که در آینده در یوتیوب و تلگرام جای دیگه میبینن برنامه رو. دوستان لطفا برنامه رو توی فیسبوک پخش کنید، با کامنت انگلیسی آماده باشید، برنامه رو حمایت کنید. این برنامه از اون برنامه‌هایی خواهد بود که فوق‌العاده دشمن داره. البته یک مهمان عزیزی هم داریم که در دقایق دیگه خدمت ایشون هم خواهیم بود. جناب کمالپور، یه مقداری اگر شما فاصله دوربینتون رو با خودتون زیاد کنید، اون کادر تصویرتون کامل میفته. یه بررسی حالا بکنید توی این فاصله که دارید زحمت می‌کشید. من دیگه جای دیگه ندارم سعید جان که خواسته باشم برم و فاصله از این که هستش کادرش نمیتونم تغییر بدم. دوستان دیگه تحمل کنن. بعد سر خب بس یه زحمت بکش مرد جان، اگر راه دست داد یه مقدار تلویزیون رو بکش سمت خودت که این چون الان مهمونمون هم میاد، یه طرف تصویر از توی کادر میفته بیرون احتمالاً. فکر کنم این الان خوب باشه. خب خدمتتون عرض کنم که تا آقای دکتر سروش مهراب مهمان امروز برنامه ما به جمع ما افسون بشن تا برنامه رو شروع بکنیم، سعید جان فکر کنم یه توضیح خلاصه‌ای در رابطه با برنامه اگر بدیم بد نباشه که دوستان در جریان باشن. ما حدودا 3 ماه پیش چند برنامه رو شروع کردیم و صحبت‌های رو مطرح کردیم در رابطه با شورای مدیریت گذار، که شورای مدیریت گذار از چه گروه ها، احزاب، طیف هایی تشکیل خواهد شد، چه اهدافی رو دنبال خواهد کرد، اهدافی که تماماً بر علیه منافع کشور هست، ضد ایرانیه، چه از نگاه تجزیه طلبی، چه از نگاه اینکه خواسته باشن در ادامه مسیر با جمهوری اسلامی همسو بشن. 3 برنامه حدوداً 11 ساعت ما در رستاخیز سیمرغ اجرا کردیم و صحبت هایی رو در این خصوص داشتیم. خوشبختانه پس از تشکیل شورای مدیریت گذار و اعلام موجودیت اون حدوداً 3 هفته گذشته در لندن، شاهد بودید که تمام آن چیزی که ما در برنامه‌مون اعلام کردیم به درستی اتفاق افتاد. اما ما یک برنامه داشتیم با سید حسن شریعت مداری به عنوان دبیر کل شورای مدیریت گذار. کسانی که این برنامه رو دیدن شاهد بودن که کماکان سید حسن شریعت مداری از پاسخ دادن به پرسش هایی که واقعا چالش برانگیزه تفره رفت و با همون سیستم آخوندی است، چون به هر حال چه بخواد چه نخواد یک آخوندزاده است و خودش هم آخونده، هم مغلطه کرد، هم سفسطه کرد، هم با کلمات بازی کرد تا بتونه افکار عمومی جامعه ایرانی که مخاطب برنامه ما هستند مسموم کنه و در یک سردرگمی بیشتر قرار بده. ما یک گفتگوی بعد از اون داشتیم، به دلیل اینکه خیلی شاکی شده بود از نوع پرسش های ما، از نوع گفتار ما، یک گفتگوی دیگه هم با ایشون داشتیم به صورت خصوصی نه لایف، با هم دیگه صحبت کردیم. البته میدونید صحبت هایی که در رابطه با مسائل سیاسی میشه به هیچ عنوان خصوصی نیست و هر زمانی که بخوایم طبق منافع ملی کشور رو میتونیم پابلیکش کنیم. اما ما یه جلسه داشتیم بودن 1.5 ساعت، کماکان اون بر مواضع خودش تاکید داشت و ما هم کوتاه نیومدیم طبق معمول که همه ما رو میشناسید. اما اینکه چه طیف هایی هستن از پانتورکا، کسانی که اعتقاد دارن باید آذربایجان جدا بشه از ایران، پانکورتا کسانی که اعتقاد دارن باید کردستان از ایران جدا بشه، پان عرب ها اعتقاد دارن خوزستان باید از ایران جدا بشه و پان بلوچ ها اعتقاد دارن بلوچستان از ایران باید جدا بشه، در این شورای مدیریت گذار هستن، مطالبی رو امروز به اطلاع شما میرسونیم به صورت ریشه‌ای
که اینها چه سازمان یافته‌ای رو، چه سازمانی رو تشکیل دادن و با چه اساسنامه‌ای و با چه مرامنامه‌ای به جنگ با تمامیت ارضی کشور آمدن و آیا در نهایت اصلا میتونن پیروز شن یا نه. اعتقاد قلبی خود من این هستش که اینها کاملا میدونن در نهایت شکست خواهند خورد، فقط دارن زمان میخرن برای جمهوری اسلامی. جناب قاسمی بفرمایید. بله، همونطور که جناب کمالپور گفتن، خب دوستان در جریان هستید، اما یه قسمت دیگه جریان رو من بگم، یه قسمت دیگه ماجرا که در سایه است. همونطور که دوستان میدونن در داخل ایران جمهوری انجمنشان آخوندی رو زمانی که مافیای ایران ستیز روی کار آورد، گام اولی بود برای زمینه سازی که گام دوم رو بتونن بردارن. البته این گام رو قرار بود 30 سال پیش، یعنی 10 سال پیش تقریبا بردارن، ولی خب موفق نشدن، همون داستان اصلاحات و این جریان‌ها. ولی از همون موقع، یعنی از سال 1376 در برنامه‌های گذشته ما بارها در موردش توضیح دادیم. خیلی کوتاه میخوام خلاصه بگم که بریم اگر جناب مهراد هستن ایشون رو بیاریمشون روی خط. در برنامه گذشته توضیح دادیم عملکردی که جمهوری اسلامی در داخل ایران انجام داده، از جمله در سیستم اداری کشور یا در تبیله شورای اسلامی، اون کمیسیون‌هایی که تشکیل داده برای اقوام ایرانی و یه سری مسائلی که همه دوستان در جریانش هستن. در کنارش بومی سازی سپاه پاسداران در استانهای مختلف ایران و عقب کشیدن نیروهای ارتش، مرزبانهای ارتش از مرزهای کشور به پشت شهرهای حاشیه ایران و تمام این زمینه سازیهایی که از داخل جمهوری اسلامی داره انجام میده، در خارج از کشور هم ادهی از همین جریانات، از همین عوامل هستن که دارن زمینه های بین‌المللیش هم آماده کنن برای اون اتفاقی که گام دوم جمهوری اسلامی آخوندیست، یعنی جمهوری فدرال ایران، و در نهایت بعدش هر کسی ساز خودش رو بزنه. و همین اتفاقایی که امروز در سوریه و جاهای دیگه شما میبینید، این وضع رو در داخل ایران هم بتونن پیاده کنن. این مافیایی که الان صحبتش رو میشه و در موردش میخوایم ریشه‌ای صحبت کنیم. اما یه مطلب دیگه که هست، همونطور که از 3 ماه پیش ما گفتیم، ولی در 1-2 هفته گذشته که این شوربای گزار حضر شریعت مداری و دار و دستش اعلام موجودیت کردن، انتقادهایی به این جریان شد، اما انتقادهایی که شد انتقادهای ظاهری بود، انتقادهایی بود که خیلی سطحی بود. تقریبا یک بهانه‌هایی رو یه سری ها تراشیدن و خودشون هم پاسخ دادن. از جمله یکی از کسانی که خیلی نقش مستقیمی داشته توجیه کردن ایراداتی که به این مجموعه وارده، شخص کثیف شهرام شارلاتان بود که حالا در ادامهش میپردازیم. در تلویزیونش ابتدا میاد تبلیغ میکنه برای اینا 8 ماه 9 ماه، و بعد که قرار این شورا اعلام موجودیت کنه، میاد ادای وطن پرستان رو به قول خودش در میاره، ولی در حقیقت دنبال باج گردن کلوفتی که از اینا بگیره، که گرفت باجش هم، حالا به اونم در ادامه برنامه میرسیم. اما انتقادهای ریشه‌ای و کلیدی به این جریان تا الان نشده. خیلی انتظار میرم خیلی افرادی کار بکنن، ولی نشد، نتونستن یا نخواستن. ما توی این برنامه قصد داریم ریشه این جریانات رو از سالهای گذشته تا به امروز در بیاریم و ببینیم که اصلا این جریانات کیان، چی میخوان، و بهانه هایی که اینا میتراشن چه بهانه هایی هست. چون که شما ادامه بدید اگر مطلبی هست، دارم بدم ببینم. بله، خدمت رو عرض کنم که دوستان، همونطوری که در صحبت های این افراد در شورای مدیریت گذار دیدید، به دلیل اینکه نگاه ضد ملی هست، نگاه بر خلاف اون چیزی هستش که سعی دارن در افکار عمومی، همونطوری که گفتم، به زور تزریق کنن که ما به فکر ایران هستیم، نمیخوایم جداشیم، در صورتی که اندیشه ضد ایرانی است. زبانشون رو تغییر دادن به عنوان اینکه حفظ تمامیت ارضی در دستور کار ماست، در صورتی که اندیشه همان اندیشه مسموم و ضد ایرانیه. کاری که خمینی ملعون در سال 57 با جامعه ایرانی، با کشور ایران کرد، با پیمان بستن با مثلا احزاب چپ، فرق نمی‌کنه از حزب توده، از چریکان فدایی خلق، از مجاهدین خلق، از سازمان پیکار، از سازمان‌هایی که تحت دستور مستقیم آخوندا بود،
پیمان بست تا بتونه جامعه ایرانی رو فریب بده و بعد از به قدرت رسیدن خدعه کرد آن پیمانی که با اونا بسته بود و زیر پا گذاشت و همه رو با توافق، با تعامل، با معامله کردن، با داد و ستد نتونستن به زور سرنیزه و با قتل عام مردم همه رو زد زیرش و هیچ چیزی رو قبول نکرد. در واقع الان اتفاقی که در شورای مدیریت گذار سید حسن شریعت مداری آخونزاده داره رخ میده بر اساس خدعه سال 57 خمینیه. میگن همه رو جمع بکنید، از مجاهد و فدایی و توده‌ای و چپی و تجزیه طلب جمع بکنید، از جمهوری اسلامی که گذار انجام شد تموم شد، بعد اون موقع هر کسی بره سمت خودش دنبال خواسته خودش، یعنی یک آنارشی کامل که باید قطعا ازش فرار کنیم، یک آشوب 100% به دلیل اینکه بسیاری از این احزاب کردی مسلح هستن. برای ایجاد ناامنی در یک شهر نیاز نیست حتما تانک و زرهپوش و هلیکوپتر هواپیما داشت، با یک کلت کمری با 4 چاقو و قمه و چماق هم میتونن ناامنی ایجاد بکنن، چه برسه به اینکه اینا دیگه حداقل کلاشینکوف رو برای به عنوان اسباب بازی مافیای ضد ایرانی در اختیارشون قرار میدن که اینم دلایلش رو در همین برنامه عرض میکنم. و اینها به سمت یک آنارشی میخوان بکشن، یک هرج و مرج داخلی تا بتونن به اون تجزیه‌ای که دلشون میخواد یا به قول خودشون استقلال طلبی یا هویت طلبی برسن. اتفاقی که امروز داره میافته و بسیاری از همیهنان عزیز ما که فریب خوردن، در طول سالیان سال فریب خوردن و به دنبال همون هویت طلبیشون هستن، این هاست که چرا بعد از گذشت این همه سال کماکان این احزاب درگیر هستن در مناطقی که خودشون زندگی میکنن. رؤسای این احزاب هویت طلب، تجزیه طلب، استقلال طلب یا هر آنچه که نامشو خواسته باشیم بذاریم، در کشورهای اروپایی دارن پولا رو میگیرن میریزن تو حسابهاشون، پول رو پول میذارن و فقط دستور میدن که مردم کرد، مردم ترک یا آذری یا عرب زبانان خوزستان یا مردم بلوچستان بشن گوشت دم توپی که واقعا حقشون نیست. اگر به دنبال برابری هستیم، اگر به دنبال اجرای کامل منشور جهانی حقوق بشر هستیم، راهش این نیستش که بیایم یه تیکه از خاک کشور رو بکنیم بگیم خودمون میتونیم سر و سامون بدیم. راهش اینه که همه با هم دیگه دست بدیم، کشور رو آزاد کنیم برای آبادانی، برای برقراری مساوات و برابری تلاش کنیم و هر نوع حکومتی هم که در آینده بیاد خواسته باشه همین مسیر رو بره، قطعا نباید سکوت بکنیم، قطعا باید بلند شیم، چه بازخواسته باشه، پادشاهی باشه که حقوق مردم رو رعایت نکنه که اینا ادعا میکنن که برخلاف واقعیت حرف میزنن، چه جمهوری رو مردم رأی بدن بخواد همین مسیر رو بره، باز نباید سکوت بکنیم. اما داستان بسیار 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 عمیق‌تر از این چیزیه که خواسته باشیم فکرشو بکنیم یا روش به این شکل بررسی بکنیم. درود بر شما آقای دکتر مهراب، خیلی خوش آمدید، بفرمایید صحبتی با دوستان داشته باشید تا برنامه رو آغاز کنیم. درود میگویم به شما کدوان قاسمی و کدوان کمالپور گرامی، با درود به بینندگان ارجمند و با درود به همه ایرانی تباران در هر کجای این جهان پهناور که هستن، به ویژه در کشور مقدس ایران. آی دکتر اگر یک مقدار سر دوربین رو بتونید بیارید پایین کادرتون خیلی بهتر میشه، سپاسگزار از شما. عالی الان بهتر شد. بله خب، تا قبل از این شما تشریف بیارید آی دکتر، ما یه سری مقدمه چینی کردیم در رابطه با برنامه امروز، شورای مدیریت گذار، سیاست گذاری هایی که در این شورا شده، احزاب، گروه ها، سازمان هایی که در این گروه هستن اما برای فریب افکار عمومی اومدن یک تن از این افراد و یا دبیر کلاشون و یا یک مهره کلیدی احزاب آوردن در شورای مدیریت گذار که مردم رو فریب بدن بگن نه مثلا فلان حزب در این گروه نیست، این نفر به عنوان یک شخص فردی وارد این گروه شده. اینا رو یه توضیحاتی دادیم. جناب قاسمی شما اگه نسبت به صحبت‌های قبلی من مطلبی دارید بفهمید، در غیر این صورت دیگه برنامه در اختیار هر دو شما بزرگواران.
بریم. سپاسگزارم. من درود بفرستم خدمت جناب دکتر سروش مهراد گرامی که لطف کردن ما قبلا هم در برنامه های یک برنامه فکر کنم یک سال خورده پیش دوستان اتوانا در جریان هستن میزبان جناب سروش مهراد عزیز بودیم، ولی عرض کردم چون خیلی اتفاقاتی که خیلی انتقادهایی که به این جریان شورا شد و به این مسائل شد، اما انتقادها کلیدی نبود و ریشه‌ای نبود، خواهش کردیم از جناب مهراد که در خدمتشون باشیم و این مسائل و این موارد رو برای هموطنان باز کنن. یک بار سعی میکنیم یک بار برای همیشه این رو به عنوان یک سند تاریخی در این برنامه بتونیم این مطالب رو بیان کنیم. جناب مهراد عزیز در خدمتتون هستیم. شما به قول من فقط جناب دکتر اگر امکان داره فکر کنم لنز دوربینتون یه مقداری اگر دستمال در دستی تمیز بکنید یا ایراد از سیستم منه که یه مقدار تصویر شما رو همچین بهتر شد. عالی شد. در خدمتتون هستیم جناب سپاسگزارم. ببخشید از شما سپاسگزاری میکنم که از من پذیری یا دعوت کردید که در این برنامه باشم. چه بگویم، شوربختانه ایران ستیزی شده از مد روزگار، یعنی هم درش نان و آب دارد، هم جایگاه دارد، هم اینها و این جایگاه و این پایگاه رو و این امکانات این دو روزه زندگی دنیا رو به قدری به کام اینها شیرین است و برای اینها خوشایند است که این نفرین های میلیون ها ایرانی رو اکنون و در آینده به جان خریدن. ببینید مسئله این شورا، بسیاری شاید باور دارن که این شورا به دلیلی که افراد خوشنامی درش نیستن محکوم به فناست. مسئله تنها این نیست که 100% که این شورا کارش محکوم به فناست از دید من، اما باید این کمانه یا پرانتز ها رو پیرامون این افراد باز کرد، این افراد رو به مردم معرفی کرد، چون ها به هر روی برخی از همیهنان ما شاید به دلیل گرفتاری و بدو بدوهایی که در تلاش معاش دارن شاید زمان کمی براشون میمونه که بخوان تک تک اینها رو پیرامون تک تک اینها پژوهش بکنن و اینها رو خودشون بتونن بشناسن. من از شما خواهش میکنم اگه امکان داره ویدیوی شماره یک رو، این ویدیو رو نشون بدید که اگر کسانی تا کنون با چهره این افراد آشنا نشدن یک آشنایی پیدا بکنن که چه کسانی در این شورا بودن، که ما اصلا بیان این شورا رو ببینید، اون چیزی که اینها نوشتن بر روی کاغذه، یه سری واژگان رو، جمله ها رو اینها اومدن نوشتن و با این جمله نمیشه آقای شریعت مداری رو شناخت، با اون نمیدانم اساسنامه و منامنامه و سند و نمیدانم مدرک و اینهایی که اینها امضا کردن که نمیشود شریعت مداری شناخت شد، نمیشود سازگارا رو شناخت، نمیشود یک انسان بسیار خطرناکی که در هر چیزی که نام ایران و ایرانی برش هست، ایرانی برش هست، این مخالف است، یعنی آقای صدرالاشرافی، اینها رو که نمیتونن به درستی شاید بشناسن یا شاید اصلا نمیدونن برخی از همیاران ما چه کسانی در این شورا بودن. خواهش میکنم از شما اگر امکان داره اون ویدیو رو پخش کنید. آماده است، در خدمتتون است. خواهش. حسن شریعت مداری، متولد 1326 شهر تبریز، مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی آرامر، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران و فلسفه و علوم انسانی از حوزه علمی قم، از بنیانگذاران حزب خلق مصطفی. جناب کمالپور صدای ویدیو نمیاد. ملی ایران. عیزه بده الان میاد. سازمان اتحاد جمهوری خواهان و از بنیانگذاران اصلی شورای مدیریت گذار. ما نیز صدای رسای این ملت هستیم. نه من، نه آقای شریعت مداری، نه هیچ کدوم از افراد شورای مدیریت گذار در قانون توانای عفو کسی را داریم. جناب کمالپور صدای ویدیو رو ما نداریم، نه من نه جناب مهراد. فکر میکنم ما باید از فیسبوک دوباره هم مشکل بعدی شما ندارید. بله ولی فیسبوک داره الان پخش میکنه، صدا هم خوبه. خب ویدیو رو جناب مهراد باید ببینن که در موردش توضیح بدن. ویدیو شماره یک همون معرفی افراد
شورای مدیریت گذار هستش، چون خود جناب مهراد فرستادن فکر کنم روشون اشراف داشته باشن. بله بله بله. سپاس. حالا اگه امکانش هست برای ویدیو دیگر، اگه من بتونم آواش یا صداش رو بشنوم، سپاسگزار دست کم صداش رو بشنوم. چون صدا توی فیسبوک و اینستاگرام میپیچه، اگه من صدا رو این ورخواست داشتم دوباره پخش بکنم، اصولا شما باید الان صدا رو از طریق تلویزیون با میکروفون اسکایپ بشنوید. آه مشکلی نیست، چون من ویدیوها رو اشراف دارم. پس بذاریم. خواهش من. خواهش و این نیرو می آید تا برای مردم ایران آزادی، دموکراسی، رفاه و امنیت آسایش رو وعده بده و در نهان بیاوره. کارگروه رسانه وظیفه عجیب غریبی داره در شورای گذار. آغاز کنشگری رسمی شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی را شاد باش بگویم. تقدیم میکنم به خانم ناهید بهمنی، یکی از اولین پیشمرگه های زن حزب تحرک‌آزادی که مدیر دبیر کارگروه رفع تبعیض ملی هستند. رژیم های متوالی حاکم در ایران در 90 سال گذشته با نگاه و سیاستی آپارتایدی و تبعیض‌آمیز موقعیت پایین‌تری را از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ساکنان و اتباع ملیت‌ها و اقوام گوناگون در پهنه چند فرهنگی کشور ایران بخشیدند. به برصورت شورای گذار یک شعاری، یک شورایی است که یک شورای خارج کشور نیست و چون پایه و اساس فعالیتش در حقیقت مقاومت مدنی مردم ایرانه که مسئول کارگروه مربوطش باز محسن سازگار است. این که من این افتخار رو دارم از خانواده بیام که توش صادق شرکندی بزرگ شده، افتخار بزرگی. من هم به سیاق بقیه دوستان در هیئت دبیران به عنوان دبیر کارگروه مقاومت مدنی تعیین شدم، ولی کار اصلیم هماهنگ کردن فعالیت فعالی نیست که کار اصلی رو اونها میکنم. امیدوارم فردا در کانال بیاییم. منم چون وقتیره سعی میکنم که به اصطلاح این کوتاه بکنم. با تشکر از همه شما. بمیشه این که به اتنیک‌های فرهنگی و زبانی فرات ایران زمین توجهی در خور و تاریخی نمیده و با پیش کشیدن عدم تمرکز و تقسیم قدرت دولتی با احزاب و سازمان‌های سیاسی این بخش از میهن به یک توافق ملی، میهنی و سیاسی دست یافته است. روشن است که طبقه کارگر و همه مزدگیران کشور به پیشواز چنین مواضع و سیاست ملی و دموکراتیکی خواهند رفت. چیزی که ما روش کار کردیم و من به عنوان مشاور تلاش میکنم که این رو ارائه بدم به مسئولان ارشد شورا، این هست که ایران در آینده میخواد قانون اساسی داشته باشه. داریوش رو نگاه کنید. داریوش بزرگترین پادشاه تاریخ ایرانه. یعنی ما هیچ وقت ایران به عظمت دوره داریوش نرسید. ایشون تمام کتیبه‌هاش رو به سه زبان نوشته. من یه مقاله نوشتم در سایت همین گذار وجود داره، عزیزان نگاه کنید. همه به سه زبانه. چرا؟ این یه خرد تاریخی برای تقسیم کار بوده. هر نهاد اداری اصلی یه زبان داشته، اون یکی اون زبانش رو نمیدونست، نمیتونست دخالت کنه. یعنی امروز مقدمات برایش یک آلترناتیو سکولار دموکرات و معالم یک دولت در تبعید رو شاهد هستی. ولی حرکتی است که به نظر من میتونه این امید رو مردم بده، چون مردم ایران ناامید هم هستن بعد از 40 سال.
این امید رو بده که یک آینده متفاوتی وجود داره. درود، من نازنین افشین‌جان، فعال حقوق بشر، دوست داشتم همراه و در کنار شما بودم. Every day, like you, I receive infuriating news. بنده ایمان دارم که ما این شورای مدیریت گذار مترقی ترین اپوزیسیون روی کره زمین خواهد بود، نه فقط مترقی ترین اپوزیسیون در گروه های ایرانی. اقتصاد ایران ارتباطی با محیط زیست دارد یا ندارد؟ تا به حال می‌بینیم که نداشته، به خاطر اینکه تخریب کرده. سخنران آخر آقای طبری، اجازه بدین من اگه راجع به آب صحبت کنی شمر اینجا نشستم. این دوگانه سازی ها رو کنار بذاریم، نسل قدیم نسل جدید، زندانیا بیرون زندان، داخل کشور خارج کشور، یک ارتباط ارگانیک همراه همسو دینامیک لازمه تا بشه پیروزش. با تشکر و سپاس، من فقط چند تا نکته کوچک خواستم بگم. همیشه تو جلسات ما عدم حضور بانوان یک مسئله است. ما تو این سالها 40 ساله نه بانوان اونطور مشارکت داشتن در فعالیت هایی که داشتیم، نه حتی بانوان بیننده در جلسات حاضر شد. دوباره میگویم از تو کار به میل نصر جبار تو، دوباره میشویم از تو کن خب خدمت رو عرض کنم که ویدیو اول به پایان رسید. خب این چهره های مشعشع و درخشان و تابنده رو همیهنان گرامی، همتباران و همزبانان دیدن. ببینید مسئله اینجاست که باید از اینها پرسید چه کسی این مسئولیت رو برگردن شما گذاشته. حالا چند جا من شنیدم گفته بودن مسئولیت تاریخی است. این مسئولیت رو از کجای تاریخ ایران شما درآوردید؟ آیا کسی که در گفتگویی که در برنامه شما داشتن آقای شریعت مداری اعلام کردن که ما میخواییم که جمهوری اسلامی برود و ولی نمیخواییم که این تمدن، این کشور مزمحل بشود. خب اگر شما حسن نیت دارین و رفتارتون به راستی مانند یک رفتار یک آخوند یا آخوندزاده تقیه کار نیست، که شما باید ظاهر و باطنتان یکی باشد. یعنی اگر شما عملکردتون با گفتارتون به ویژه باید همخوانی داشته باشد. شما اگر میگید که ما خواهان میخواییم که کشور مزمحل نشه، این تمدن از میان نره، افرادی رو در اونجا دارید که اینها خواهان تکه پاره شدن ایران هن، خواهان ایجاد دولت‌های محلی و آماده کردن بستر و زمینه برای جنگ درونی در ایران هستن. افرادی رو شما در میان خودتان دارید که در هر چیزی که نام ایران بر اون هست شما دشمنی و درگیری دارید. چگونه است که شما یک شورای و این آش شل قرمکار رو درست کرده اید آقای شریعت مداری و بعد ادعاتون اینه که میخواییم که ایران مزمحل نشه و این تمدن از میان نره؟ ببینید این بار نخست نیست که یک روحانی یا یک روحانی زاده کار تجزیه رو به دنبال کار تجزیه ایرانه. این رو برای که شاید برخی از هم‌میهنان ندانند، این رو من به کوتاهی بیان میکنم. ببینید در خوزستان در خرمشهر روحانی سرشناسی به نام آیت الله شبیر خاقانی بود. آیت الله شبیر خاقانی بسیار خنده داره. یک هفته پس از پیروزی شورش 57 در اوایل اسفند ماه، حالا پیش از اینکه این رو بگم، شبیر خاقانی دقیقا رفتارش مثل شریعت مداری بود، مثل ضیاء صدراشرافی بود. آیت الله شبیر خاقانی در مجامع عمومی در جاهایی که شنونده بسیار بود و واکنش و باستاب داده می شد سخنی از تجزیه به عمل نمی آورد و دنبال به قول معروف دم از حقوق شرعی و قانونی خلق عرب می زد. یعنی سخن از تجزیه نمی کرد. ولی یه مطلب بسیار جالبی وجود داره
ولی در عمل شبیر خاقانی تجزیه طلب بود، آیت الله شبیر خاقانی و پسرانش، خیشاوندانش و همپالکیهاش اینا همه تجزیه طلب بودن و اون فاجعه خرمشهر رو اینها به راه انداختن و خواهان تجزیه خوزستان بودن. آقای امیرعباس انتظام در کتاب خاطراتی دارد که به این وقایع پرداخته. امیرعباس انتظام هم سخنگوی دولت موقت بود، هم معاون نخست وزیر یعنی بازرگان. ایشون در کتابش این به معنای تایید رفتار یا عملکرد آقای امیر انتظام نیست، ولی خب ایشون یک مطلبی رو در خاطراتش بازتاب داده، میگه یک حدود شاید یک هفته پس از پیروزی انقلاب که من به شورش میگم، آقای شبیر خاقانی منشی به من گفت که آقای یک کسی به نام آیت الله شبیر خاقانی بر روی خط تلفنه و میخواد با شما صحبت بکنه. میگه ایشون گفت که انقلاب به پیروزی رسیده ولی حالا تازه یک هفته، یعنی در هفته اول اسفند وارد هفته دوم شدن، در آغاز هفته دوم زنگ زده و گفته که هنوز وضع اتوبوسرانی و وضع نمیدونم کار و معیشت هنوز حل نشده، اگر این مسائل ادامه پیدا بکنه به قول گفتنی ما خوزستان رو جدا میکنیم. میگه من عصبانی شدم وقتی که این رو شنیدم، گفتم هر کسی خیال تجزیه داشته باشه و یا اقدامی در این راستا بکنه در خوزستان ما اون رو به خلیج فارس خواهیم ریخت. میگه کسی گوشی رو ازش گرفت که بعدن گفت من متوجه شدم آیت الله شبیر خاقانی است و همون حرفا رو تکرار کرد و با یک پارسی دست با شکسته همراه با عربی گفت اگر کار ما انجام نداد ما خوزستان جدا کرد. و میگه من همون پاسخی رو که به پسرش دادم به خودش هم دادم. یعنی چی؟ این رو به عنوان پیش زمینه گفتم، یادآوری گفتم که به همیهنان بگویم این گمان نکنم که چون آخوند یا بهتره بگیم ملا و روحانی ملای شیعه دیدگاه جهان میهنی داره یا جهان وطنی داره و به امت باور داره این نمیتونه تجزیه طلب باشه. نه، نمونهش رو براتون ارائه دادم. همیهنان گرامی و شبیر خاقانی قاعده‌ای رو به پا کرد، کشته از دو طرف گرفت و خون در خوزستان جاری کرد. حالا اکنون هم آقای شریعت مداری به گونه‌ای داره، حالا که خودش آخوند نیست ولی تأثیرات حوزوی داره، فقه و نمیدانم حقوق رو اینا رو به ویژه فقه شیعی رو در حوزه علمیه خم خونده، پسر یک آیت الله است. در برخی از اسنادی که این آقا امضا کرده خیلی جالبه که شما بدانید نام خودش رو مهندس سید حسن شریعت مداری اعلام میکنه. خب این خیلی جالبه، ایشون میاد میگه ما حکومتی میخوایم که موروثی نباشه و حاکمیت حالت ارثی نداشته باشه و نه حاکمیت ارثی منظورش پادشاهی است و نه حاکمیت الهی است. خب میگیم این دیدگاه ایشونه، اما ایشون چرا یک مقام که شرافت دینی با خودش به همراه، مذهبی با خودش به همراه داره، یک جایگاه مذهبی اسلامی شیعی است رو چرا پذیرفته بر روی خودش میذاره؟ آسمان به زمین نخواهد آمد اگر ایشون اون پیشوند سید رو از روی خودش برداره. پس ایشون این رو پذیرفته، این برای ایشون یک جایگاه داره، یک براش یک موقعیت به همراه میاره. اگر این گونه نبود هیچگاه در اون اسناد یا نوشته‌هایی که امضا میکرد به نام مهندس سید حسن شریعت مداری رو به کار نمیبرد. ایشون اصلا به بحث این انتقال سیدیت از راه تبارز باور داره. بعد برای دیگران، برای یک ملت 80 و چند میلیونی که بیشینش از دید من خواهان بازگشت پادشاهی هستن، که اینو در عمل هم در پای صندوق های رای اگر نیاز باشه نشون خواهند داد، نسخه پیچی میکنن ایشون برای ایشون فخر داره و ایشون این جایگاه رو دوست داره و باور داره اگر یک چیزی بود که به مزاج ایشون سازگار نبود و یا دوست نمیداشت هیچ موقع در اسناد و مدارک با این عنوان امضا نمیکرد. ایشون دوست داره که نشون بده که از قبیله قریشه و فرزند ما از فرزندان محمد ابن عبدالله است. حالا من نمیدونم یک قریشی از نوادگان محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام چطوری میتونه آذری بشه،
یا به گفته خودش ترک باشه. من نمیدونم این خودش چطوری این رو میخواد، چون ایشون در گفتگوش با شما هم سراسر گفته هاش تناقض و تضاد داشت. اینم یکی دیگه از اون مواردی که شاید دوستان در این یکی دو هفته‌ای که پیرامونش بسیاری به اینها پرداختن شاید روی این نکته به نکته حساس شاید خیلی ها دست نذاشتن، که ایشون از سوی میگه ما آذربایجانی ها نمیدانم زبان ترکی، ما ترک ها، از سوی دیگر خیلی علاقه داره که امضا کنه سید حسن شریعت مداری. سید یعنی یکی از نوادگان محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام، بنیانگذار اسلام و از قبیله قرش. حالا خودتون اون پرتغال فروش رو دیگه پیدا بفرمایید. ببینید در این ویدئویی که پخش شد خانم ناهید بهمنی، حالا اونجا عنوان شد ایشون یکی از نخستین زنان، خیلی جالبه، نخستین زنان پیشمرگه است. من قصد توهین ندارم، ولی من چون اینها از روزی که از جلوی داعش فرار کردن نامشون رو گذاشتن پسمرگه نه پیشمرگه. و خانم ناهید بهمنی از اولین زنان پیشمرگه حزب زحمتکشان کموله، یه متر هم از نامش شده دبیر رفع تبعیض ملی. بعد آقای شریعت مداری تو برنامه با شما اعلام میکنن که ملیت یه بار معنیش نشنالیتیه و ما چون نشنالیتیمون ایرانیه پس نخواستیم واژه ملیت رو به کار ببریم. پس به کار بردن ایشون دبیر چیه ملیست؟ آقای شریعت مداری ایشون عنوانش دبیر رفع تبعیض ملیست و ایشون میگه حکومت‌های ایران در 90 سال گذشته با سیاست‌های تبعیض آمیز و آپارتایدی موقعیت پایین‌تری را از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به ساکنان و اتباع ملیت‌ها و اقوام گوناگون بخشیدن. یعنی این موقعیت ما هیچگاه در ایران تبعیض تباری و نژادی نداشتیم. ببینید جمهوری اسلامی اون اندازه که من نامش رو برخی زمان‌ها میگم جمهوری اسلامی عربی آنوسی از آش شل قرمکاری است که همه درش هستن، از آقای خامنه‌ای، حالا خمینی که تا امروز به همه جا چسبیده و نچسبیده است، یعنی ریشش برمیگرده به هند، شمال هند از سوی، حالا نمیخوام به خمینی بپردازم اما آقای خمینی، اما تبعیض تباری ما نداریم. آقای خامنه‌ای که خودش آذری است، حالا ایشون هم سیدیه که آذریست، من اینو هیچ موقع درک نمی کنم یه آذری یا یه ترک چطوری میتونه سید باشه. بعدوی آقای خلخالی که دستش آغشته به خونه هزاران جوان از پسر و دختر ایرانی است، آذری مگر نبود آقای شریعت مداری؟ آقای محسن رضایی مگر از میان بختیاری ها نیست؟ آقای شمخانی مگر از میان عرب زبان های ایرانی نیست؟ چطوری شما به این نتیجه رسیدید؟ ببینید جمهوری اسلامی هر پلیدی که بگید بهش میچسبه و اینقدر مشکل و درگیری و پلیدی و پلشتی داره که نیازی نیست برای سیاه نشون دادن جمهوری اسلامی یک چیزی رو که وجود نداره بهش بچسبونن که پیامد حتی پس از جمهوری اسلامی برای ما داشته باشه. جمهوری اسلامی عربی آنوسی چون پر از نومسلمان یهودی تبار هم هست، یعنی من اینو برای توهین نمیگم، من منظورم اینه که از همه در این شرکت دارن، از میان هم میهنان کردمون، آذریمون، گیلانی، مازندرانی، لورها، از اصفهانی، شیرازی، بلوچش، حتی اون بخشی از بلوچ ها که شیعه شدن در این 40 سال، همه در جمهوری اسلامی هستن. ببینید این واژه پانفارسی رو که این جماعت درست کردن، این برای که نشون بدن یک قومی وجود داره که این قوم اومده که کل کشور رو اشغال کرده و داره ستم ملی به اینا روا میکنه. بعد اینها، این آقا میاد در برنامه شما میگه که ما حتی نمیگیم ملیت، میگیم اتنیک، چون قوم کوچیکتر از اتنیکه و ملیت هم بزرگتر از نمیدانم اتنیکه، پس ما واژه اتنیک رو درست کردیم به همین. پس ادعا میکنه که ما ملیتمون ایرانیست، ولی دبیر رفع تبعیض ملی رو امیدوارم اینا بیان توضیح بدن. من چیز دیگه به خاطر اون جمله‌هایی که خانم ناهید بهمنی زن آقای محتدی که میگن اولین زن پیشمرگه است، که بازم میگم من اینا رو پسمرگه میدونم نه پیشمرگه، آقای سازگارا هم که مسئول کارگروه مقاومت مدنی بسیار خنددار و جالب است، باور بفرمایید، چیزش میخوام از این که خندیدم، ولی
بسیار جالب است. آقای سازگارا، حالا من پیش از اینکه این رو بگم، آقای شریعت مداری ادعای جلوگیری از میکنه که داره تلاش میخوان بکنن که ما دوچار اضمحلال تمدنی نشویم هم میهنان گرامی، اما ایشون در اگر نادرست نگم دو سال پیش در کنفرانس آذربایجان جنوبی شرکت میکنه. آقای شریعت مداری، شما اگه باور به تجزیه ایران نداری چرا در این کنفرانس شرکت میکنید؟ هم میهنان گرامی، شما اگر باور به یک پارچگی سرزمینی یا تمامیت ارضی داشته باشید، آیا در جایی که همچین کنفرانسی یا همایشی یا گرد همایی است، آیا شما اونجا میرید؟ 100% نخواهید رفت، مگر اینکه با همه اون مواردی که اونجاست یا دست کم بخشهای شما همسو باشید. و ببینید اینها اومدن، آقای شریعت مداری اومده یک طرح ایالتی داده است که حالا 13 ایالت نمیدونم سه تا خود مختاره، یه دونه نمیدونم، چون من از سوی مادر قشقایی هستم، زبان مادری من ترکیه قشقایی است و از سوی پدر نور هستم، و اومدن برای خاندان مادری من هم اینها یه کشور مثل که نمیدونم فکر کنم در گردش هست، یعنی یه چند جار برداشون. شما در آینده باید خودگردان هر جایی که رفتن بچرفید. بله بله، یعنی اینها نمیدونم حالا اونجا گذرنامه هم میدن، حالا کارت هویتی موقته اونجا. موقته عبور موقت میخوان بدن. واقعا شرم‌آوره. ببینید اصلا نه تنها خنده‌دار، آدم خندش میگیره، بلکه گریه آوره که اینها عرصه رو از میهن پرستان به گمان خودشون خالی دیدن که آمدن به ریش ملت ایران دارن میخندن. اینها استان عربستان. آقای شریعت مداری، ادبیات شما ادبیات بعثی است. ببینید این واژه الاهوازی که اکنون چند سالی بر سر زبان ها افتاده، که منظورشون هم شهر اهواز نیست، یک جغرافیاست که این جغرافیا از خوزستان تا بخشای از بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری و ایلام و حتی استان لرستان رو در بر میگیره. اینها نام این رو گذاشتن الاحواز، و پیش از اون به این به خوزستان میگفتن عربستان، و در یک بریده های زمانی کوتاهی به سمت آبادان و خرمشهر یه محدوده، یه نوار کوچکی از خوزستان منطقه عربستان گفته شده، ولی هیچگاه به کل خوزستان آقای شریعت مداری ناآگاه یا مغرض، هیچگاه به کل استان خوزستان عربستان گفته نشده. اون صدام بود که به ایران میگفت عربستان، و در زبان پارسی ما یک عربستان داریم. ببینید الان در گروه در خبرگزاری پان عربی و راسیستی العربیه داره تلاش میشه یکی دو ساله که بگویم پادشاهی سعودی. ما در زبان پارسی چیزی به نام پادشاهی سعودی نداریم هم میهنان من. شما این واژه ها بسیار مهمه، اینها رو نباید ما اشتباه بکنیم. این اشتباه ها، این نادرستی ها پیامد سنگینی برای ما به همراه خواهد داشت. پادشاهی سعودی نداریم به زبان پارسی، نامش عربستان است. ولی اینها برای که عربستان رو برای خوزستان جا بندازن، اومدن دارن یا میگن سعودی یا مملکت سعودی یا پادشاهی سعودی. اصلا زیر بار همچین واژگانی نروید هم میهنان من. این همان سایت العربیه است که خیلی جالبه، یک سایت پان عربی است و به شدت ایران ستیز، و این پان عرب ها هم 180,000 ایرانی تبار کرد رو در یک پروژه راسیستی نژاد ستیزانه و شوونیستی به نام انفال یا انفال کشتار کردن. 180,000 ایرانی تبار کرد رو در عراق، از زن و مرد و پیر و جوان و کودک. در برخی جاها ایرانیان کردهای ایرانی تبار رو زنده به گور می کردن، می داختنشون توی یه گودال و توی اونجا نارنجک پرتاب می کردن. بعد این العربیه الان اینقدر کرد دوست شده، رفتن آزمایشات ژنتیک انجام دادن و یا بحث‌های ژنتیکی رو که این رو من ریشش رو در تلاویف میبینم، یعنی این دروغگویی ها برآمده از تلاویف و از نه العربیه. العربیه باستابش میده، نوشته است که در سایت العربیه که کردها تبار یهودی دارن یا ژنشون به ژن یهودی ها نزدیکه و کردها ایرانی نیستن. مراقب این شیطنت ها و این
ایران ستیزی ها خواهش میکنم باشید. و ببینید آقای شریعت مداری در این نقشه و این نمیدانم این ایالت و ولایت و هر چیزی که هست، حالا ترکمنستان برای خودشون درست کردن و بلوچستان درست کردن و اینها، ایشان آمدن دقیقاً جغرافیایی رو که تجزیه طلبانه پان عرب، ببخشید پان ترک، شور راسیست های پان ترک، اینها ارائه میدن برای یک جغرافیای خیالی و شوونیستی به نام آذربایجان جنوبی، دقیقاً این رو برده در اینجا منعکس کرده. یعنی اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان رو ایشون آورده است یک ایالت درست کرده به نام ایالت آذربایجان، این جغرافی جعلی. و این همان چیزی است که حالا با 90% شباهت پانتورها این رو به نام آذربایجان جنوبی میشناسن. حالا اون آذربایجان شمالی هم که آذربایجان نیست، چون در طول تاریخ هیچگاه به شمال رود ارس آذربایجان گفته نشده. یعنی نام اون جمهوری که بالای سر ما هست و روس‌ها این سرزمین‌های همیشه ایرانی و از ایران جدا کردن، نامش اران یا آلان یا شروان به این بخش‌ها نامیده می‌شده. جمهوری اران است، نه جمهوری آذربایجان. به هر روی می‌خوام بگویم دقیقاً این کارهایی که اینها دارن می‌کنن کارهایی است که همیهنان گرامی مطابقت می‌کنه. یعنی اگر شما رفت مقتدی و زنش ناهید بهمنی رو که الان شده دبیر رفع تبعیض ملی در شورای مدیریت گذار بررسی بکنید، دقیقا به همین صورت. امروز اگر وقت باشه من یه مقدار میخوام به مصیبتی که تیم پانترکیستی اردوغان بر سر همتباران ما در سوریه داره میاره، ایرانی تباران کرد یا ایرانیان کرد در سوریه میاره، من به این هم بپردازم. البته این رو ما همه محکوم بکنیم به ویژه کشتار زنان، کودکان، پیر زنان، پیر مردان، اما خود این همتباران ما هم به ویژه اون گروه هایشون که کار مسلحانه می کنن یک سری نادرستی های بسیار بدی دارن که به این امروز در طول برنامه امیدوارم یادم بمونه که این به این حتما من بپردازم. آقای شریعت مداری سال هاست در ایران داره پیرامون این جغرافی های جعلی یعنی آذربایجان جنوبی کار میشه. بسیاری از هممیهنان ما در این مسئله رو به خوبی میدانن، شما هم به خوبی واقف هستید. ببینید یک مسئله بسیار مهمی رو من باید با هممیهنانم در میان بگذارم. این مسئله بسیار مسئله ارزشمندی است. جریانات قومی در ایران که پیش از شورش 57 هم فعال بودن، پس از شورش 57 اینها به ویژه در این 20 سال گذشته یک سیاستی رو اینها در پیش گرفتن. از همون آغازش هم تشکیلش، چه دار دسته پیشه‌وری، چه دار دسته قاضی محمد، جمهوری مهاباد، نمیدانم جمهوری فلان آذربایجان، هر این یا دار دسته شیخ خزر، به ویژه اون جمهوری مهاباد و اون جمهوری پیشه‌وری، اینها برآمده از اندیشه های مارکسیستی لنینیستی بودند. یعنی شوروی به اینها کمک نظامی میکرد، حتی براشون مستشار میفرستاد، آموزش دهنده نظامی میفرستاد. قاضی محمد با اینکه یک روحانی سنی بود اما لباس ارتش ترکیه رو به تن شوروی رو به تن میکرد و پیرامون دار و دسته پیشه‌وری هم بسیاری از ما میدانیم، از شاید از حوصله این برنامه خارج باشه. فقط مسئله‌ای که من میخوام بهش بپردازم این است که لنین یک در مانیفستش، در کتابهایی که داشت، در نوشته‌هایی که داره، به یک شیوه رو برای حزب‌های کمونیستی یا گروه‌های چپگرا یا گروه‌های مارکسیستی لنینیستی ارائه میده. این خیلی جالبه، این رو توجه بفرمایید خواهش میکنم. حزب غیر قانونی، فعالیت قانونی. این یعنی چی؟ یعنی این حزب‌ها، این گروه های تجزیه طلبی که مرام چپی هم دارن، اینها دارای دو بال هستن، یک بال آشکار دارن، یک بال پنهانی دارن. بال آشکارشون فعالیت قانونی است که این رو براتون مثال خواهم زد، باز خواهم کرد، و یک بخشی از اون هم فعالیت غیر قانونی است.
یعنی یا حزب یا مبارزه غیرقانونی یا حزب غیرقانونی. ولی لنین باور داشت که شورای رهبری یا هسته رهبری این فعالیت قانونی رو، یعنی اونایی که دارن در چارچوب فعالیت قانونی کار میکنن، یعنی توی ارتش رفتن توی شورای شهر، رفتن توی مجلس رفتن، اینها دارن فعالیت قانونی میکنن، شعارهای تجزیه طلبانه و شعارهای تون و شعارهای تمامیت خواهانه سر نمیدن، ولی در واقع افسار اینها و رهبری این گروه ها، این افراد با کیه؟ با همون حزب یا اون شورای مخفیه و اونه که اینها رو اداره و مدیریت میکنه. ببینید این افراد حتی به ویژه در میان پان عرب ها و در میان پان ترک ها هم در ایران در این سالهای گذشته به همین صورت بوده، شوراهای شهر رو تسخیر کردن. آغازش هم بیشینه اینها سعی کردن خودشون رو در دانشگاه ها بتونن در دانشگاه دارای کرسی بشن، یعنی مقام استادی داشته باشن، افرادی بشن که شناخته شده باشن، اندیشهشون رو به ویژه در دانشگاه هایی که بیشتر دانشجویان اونجا از میان همون افراد شهر یا استاد بودن، افکارشون رو اونجا پراکنده بکنن، این افراد شناخته بشن، سپس به شورای شهر را پیدا کنن و در سطح استان فعالیت بکنن یا مناطق قومی و سپس در صورت امکان هم به مجلس راه پیدا بکنن. این خیلی جالبه که نمونه بارزی افرادی هم که به مجلس راه پیدا کردن، میتونیم ما یک فرد لومپنی به نام قاضی پور نماینده ارومیه رو نام ببریم یا پزشکیان نایب رئیس مجلس از تبریز. این دوتا خیلی بسیار شناخته شده هستن. ببینید اما لنین خیلی جالبه در انتقاد به گروه کمونیستای آلمان که باور داشتن در پارلمان بورژوازی نباید شرکت داشته باشن و باید بایکوتش بکنن، پاسخ میده مادامی که نمیتوانید مجلس بورژوازی رو و دیگر مؤسسه‌های وابسته به اون دولت رو از سر راه بردارید، باید در اون شرکت کنید و وظیفه شماست. برای همینه که امروز ما به این افراد همه دارای اهداف مشترکن، همه اینها دارای اهداف مشترکن، یکیش میشه آقای چهرگانی، محمود علی چهرگانی، اون پانترک معروف که خودشو رهبر آذربایجان جنوبی میداند و در مجلس هم تلاش داشت که به مجلس هم راه پیدا بکنه بارها، و یکم آقای صدرالاشرافی. اینها بیرون از ایرانن و دارن آشکار سخن خودشون رو به زبان میارن. یکی هم میشود آقای قاضی پور و یا آقای پزشکیان و دیگران که اینها تلاش داشتن فراکسیونه، میخواستن یه الگو برداری از اون حزب کردی بکنن در ترکیه و فراکسیون نمایندگان ترک رو در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی عربی آنوسی درست بکنن، اما خوشبختانه واکنش های خوبی به اینها نشون داده شد. اینها هر زمان که ما میهن پرستان ملت ایران به اینها واکنش نشان بده، اینها به راحتی هم عقب نشینی میکنن، هم میهنان گرامی. مطلب دیگه ای که باید خدمتتون عرض بکنم این است که اینها، این افرادی که میرن در درون دولت خودشون رو جا میزنن، این افراد نقش مانند همین شورایی که آقای شریعت مداری درست کرده، حالا اینا یه خورده رنگی ترن، یه خورده خیلی هم شباهت داره به مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی، درش پان کرد هست، درش پان عرب هست، درش پان ترک هست. اینها نقش سپر رو دارن، نقش زردگیر رو دارن هم میهنان من. یعنی چی؟ یعنی با شعارهای قشنگ میان جلو مثل آقای شریعت مداری که ما میخواییم این اصلا تازه منت هم سر ملت ایران میگذارن این مرد گستاخ و ایران ستیز، که ما میخواییم این ایران رو از مهلال تمدنی نجات بدهیم. خب بذارید ما با هم ببینیم که آقا به چی باور داره. من از شما خواهش میکنم ویدیو شماره 5 رو، سخنان شریعت مداری به زبان آذری است، این رو پخش بفرمایید که من سخنان خودم رو پی بگیرم.
الان پخش کن. سیزین نظرزه سیزین او ذهنیزده اولان ایدئال یا شاید مداری خیلی خواهید دید یه چه میگوید دارون را ذهنیزده تصور دیسیز آینده ایران دا احساب تو دای تلبین حق فعالیتون از خیلی او بو بستر با مرکز مؤسسانان سینا ایچی تو بزن مملکت دنیاده بار bir yerlerde hakkı tayin etti, cüdayı bir cümle değil. Mesel İspanya şimdi mahkeme edildiler. Katalan'da kolayca hakkı cüdayı isteyipler. Bazı yerlerde kanunu isteme olan, mesela Amerika. Bu da hakikat netice bir şey olmuyor. Benim nazarıma cüdayım olmuyor. Ama bu bir şey değil ki benim nazarım ona. Bu gerek vakan da satı milli bahs olan. Çünkü her iki nezer dünyada var ve iki tür bölüş vardı dünyada. Bazı büyük demokrasilerde tür müdür, bazılarda tür müdür ve... Bəli, bəfərmədəyə.